تو این ویدیو صحنه‌های باور نکردنی ورزشی رو میخواییم بهتون نمایش بدیم که مو رو به تنتان راست می نماید. اما قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام این ویدیو رو همین الان لایک کنید، توی کانالمون سابسکرایب کنید و زنگوله رو به حالت آل قرار بدید تا ویدیوهای بعدیمون بهتون پیشنهاد داده بشه. خب بریم سراغ ویدیو. اینجا میخوام شما رو به یکی از خوشبخت‌ترین و خوش‌شانس‌ترین تماشاگرای ورزشی آشنا کنم. این آقا هرگز فکر نمی‌کرد که یه همچین خانم خوش استایل تنیسوری بپره تو بغلش. والا به خدا، خدا شانس بده. دست بکش به دستک خوش شانس. این داداشمونم به قیمت ناقص کردن خودش توپ بیسبال رو هوا میگیره. نگاه کنید فقط چطور این کار انجام میده. واقعا کارش عالی بود، درسته؟ البته یه کوچولو هم به گاج رفت دیگه. ای وای به فنا رفتم. ایشون هم از فرط گرسنگی میخواد زنش رو تو ملعه آم بخوره. خب لا بستم یه خورده به اون قضا بده به مردم حمله نکنه. بای بحشی. این بازیگر معروف هالیوود هم که احتمالاً اسمش رو شما میدونید، کنار زمین بسکتبال داشته مصاحبه میکرده که یه دفعه یه دریافت عالی رو انجام میده. به این میگن یه آدم حواس جمع و تیز. واقعا کارش عالی بود. نمیدی توپو، نه برو هوا خوری. آفرین. فقط اینجا به حرکت این تماشاچی سوء استفاده گر دقت کنید. کلاه یارو رو برداشت. جالب، کلاه رو هم گذاشت سر خودش. واقعا کار دالی بود. ایشون هم اومد توپو بگیره که خودش و قضاش رو به فنا داد. بچه بشین قضاتو بخور. چه کار به توپ داری آخه تو؟ شام امشبم بوده. احتمالا امشب گرسنه مرد بخوابم. ای بابا. خدا وکیلی، دیگه نمیتونم تحمل کنم. بعد یه ماسک بهم بدی. آخ آخ، دهنم سفید شد بابا. اون کنار جون چه حالی داد. خدای شکرت سبک شدم به خدا. ای وای، منو بوس کرد، پولم هم نداد. تو این صحنه هم یه اسطوره‌ای مثل رونالدینیو میاد وسط زمین و به عنوان یه طرفدار به مسی دست میده. واقعا که شخصیت باحالی داره رونالدینیو. من که باش خیلی حال میکنم. این آقا حین تماشای مسابقه خوابش میبره و این دوستمونم از فرصت سوء استفاده میکنه و این بلا رو سرش میاره. اینم یه توپ بیسبال از جنس آدمیزاد که تو وسط زمین ول شده و همه تلاش میکنن که بگیرنش و در نهایت هم موفق به گرفتنش میشن. واقعا که توپ سمنجی بود. اینجا لازمه که سکوت کنم و با همین تصاویر رو ببینیم. خیلی جالبه. قیافش شبیه یکی از رپراست. کی متوجه شد؟ بعضی موقع هم بازی ها انقدر کسل کننده میشه که تماشاچی اینجوری خوابش میبره. شادی بعد گل این بازیکنم جالبه. یه اتفاق بامزه‌ای براش میافته. حالا خودتون ببینید. بیا بقلا. ای توف، درود جا خالی نده دیگه. آبا چند بار بعد بگم یه تو برزشش نداره تو شامت از دست بدی. آخه بشین غذا تو بخور دیگه بچه. آفرین، مثلا گرفتی توپ و چی شد؟ الان میان ازت میگیرن دیگه. بیا یارو حاضر خودشو پاره کنه تا اون توپو بگیره. با بیا برین یه توپ برات بخرم، بیخیال شو. اینجا هم این ورزشکار این توپو میزنه که با کمال تعجب میره توی نوشیدنی این خانم. و از اون هم جالبتر اینه که اون خانم با این که اون توپ افتاده داخل نوشیدنیشون رو تا آخر سر میکشه. نوش جان. خدا وکیلی، خیلی بد شانسی آخه. اینم شد طرفدار. جمع کن خودت، جمع کن لباست بپوش. کسافت با اون پشمای فرفری سینش. خدا وکیلی، من جای اون ورزشکار بودم از دنیای ورزش خداحافظی میکردم با این مدل طرفدارا. والا به خدا همه طرفدار دارن، اینم طرفدار داره. این خانم زیبا رویم خیلی سانتیمانتال اومد اینجا بشینه که این اتفاق براش افتاد. خب عزیز من، یه لحظه نگاه کن کجا اون باسن مبارکو میذاری. شاید باورتون نشه ولی تمام این چیزهایی که داره میریزن وسط زمین خرسهای عروسکی هستن. تعدادشون خیلی زیاده، درسته؟
دلیلشو کی میدونه؟ لطفاً توی کامنت ها بهم بگید. شادی این کودکم برای طرفداری از تیمش قابل توجهه. ببینید چطور طرفداری میکنه. گوگولی بذار سنت دو رقمی بشه حداقل. کی دوست داره یه همچین ماه بزرگ باحالی داشته باشه؟ من که بعدم نمیاد. اینجا به انتهای ویدیو میرسیم. ازتون سپاسگزارم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، توی کانال سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام توی کامنت بنویسید. براتون آرزوی بهترینا رو دارم. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. موفق و پیروز باشید.